سلام، به صفحه آخر هفته خوش آمدید. برنامه این هفته شامل دو میزگرد است درباره سیاست خارجی ایران. در بخش دوم مفصلتر به استراتژی چرخش به شرق از طرف ایران می‌پردازیم، اما پیش از آن نگاهی به سفر نخست وزیر عراق به ایران به عنوان نخستین سفر خارجیش. مصطفی کاظمی در تهران با رئیس جمهوری و رهبر دیدار کرد و گفت قصدش برقراری توازن بین ایران و عربستان و آمریکا در منطقه است، مأموریتی دشوار برای دولتی که خودش با مشکلات عمده روبروست. 6 ماه بعد از کشتن قاسم سلیمانی در عراق، آیا نفوذ ایران در کشور همسایه کمتر شده؟ دو میهمان داریم: علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، و همینطور محسن صلح‌دوست، پژوهشگر روابط بین الملل در دانشگاه کوینزلند از بریزبن. آقای صلح‌دوست، نظر شما چیه در این باره؟ مأموریت غیر ممکن برای نخست وزیری که خودش هزار تا مشکل در کشورش داره؟ درود بر شما. بله، به نظر من همونطور که شما فرمودین در گزارشتون، هدف آقای کاظمی از سفر به تهران میشه گفت اول هدف سیاسی هست، و اون هم برقراری توازن بین این رقبای منطقه‌ای و نفوذ اینها در عراق هست. آقای کاظمی با پیشینه امنیتی که خودش داره به خوبی میدونه که این تضاد منافع این قدرت‌های منطقه‌ای و همچنین روابط این دو کشور با آمریکا موضوعی هستش که باعث عدم ثبات در عراق خواهد بود. بنابراین هدف اصلی ایشون، همونطور که شما هم اشاره کردین، برقراری توازن بین این دو قدرت منطقه‌ای و همچنین آمریکا، حضور نظامی که در عراق داره، و از بین بردن تضاد منافع این سه کشور در عراق هست. البته از بعد اقتصادی هم حائز اهمیت بود که اگر فرصت بود خدمتتون عرض. آقای مأمور، شما نظرتون چیه؟ ضمن اینکه خب اگر از بعد اقتصادی نگاه بکنیم، میدونیم که عراق خیلی به ایران نزدیک، ولی به کمک‌های عربستان هم در سال‌های اخیر بسیار وابسته شده. آقای کاظمی بیشتر هدفش ایجاد توازن در سطح در واقع داخلی عراق، نه در سطح کلی منطقه هست، که پروژه بسیار بزرگتر و دشوارتری است و هنوز به نظر نمی‌رسه که زمان تحقق چنین سازشی بین طرف‌های مختلف درگیر پدید اومده باشه. هدف آقای کاظمی اینه که بتونه تنش رو در عراق به اندازه کافی کم بکنه، به نحوی که امکان همکاری، نه همکاری، امکان این که 3 تا نیروی اساسی و بزرگی که در عراق فعال هستند یا عراق به اونها نیاز داره در شرایط کنونی فراهم بیاد. ایرانی‌ها هستند در قالب شبکه مختلف اقتصادی، سیاسی، امنیتی و نظامیشون، و نمیشه در واقع ایرانی‌ها رو نادیده گرفت در فضای سیاسی عراق به شکل کلی. آمریکایی‌ها حدود 5000 نیرو دارند. درسته که ما در جنوری سابق گذشته قانونی رو در پارلمان داشتیم مبنی بر اخراج اونها، اما در این قانون فقط نواب پارلمان شیعه حضور داشتن، سنی‌ها و کردها به شکل کامل بایکوت کردن در نشانه به اعتراض نسبت به چنین تصمیمی. عملا نمیشه آمریکایی‌ها رو ازشون خواست که به شکل کامل بیرون برن، با توجه به این شکاف جدی داخلی وجود، و عراق نیاز داره به حمایت بین‌المللی آمریکا در پروژه‌های مختلفی، از جمله شرکت جنرال الکتریکی که از شرکت‌های مهم تولید کننده برق در عراق هستش، و همزمان نیازمند به سرمایه‌گذاری‌های جدی عربستان برای خارج شدن از فشار اقتصادی و بحران اقتصادی کنونیه. عملاً آقای کاظمی قصدش این بود که بتونه یک فضای برای چنین کاری در عراق شکل بده. دقیقاً بحث عمده این است که چقدر قابل انجام هست این مأموریت برای آقای کاظمی، هم در بعد داخلی همونطور که شما گفتید، هم در بعد خارجیش، به خصوص بعد از اینکه مثلا آقای سلیمانی الان دیگه نیست، با وجود نفوذی که میدونیم او داشته. خب نشانه‌های مثبتی از جانب جمهوری اسلامی ایران دیده میشه. برای اولین بار ما در سخنان رهبر انقلاب داشتیم که رابطه عراق با آمریکا ارتباطی به ایران نداره و ایران قصد نداره دخالت در اون بکنه. صحبت‌هایشون در مورد آمریکا صحبت‌های توصیه‌ای بود، نه صحبت‌های دستوری که در موارد قبلی بیشتر شاهدش بودیم. تأکید جدی آقای روحانی نسبت به اینکه ما عراق رو یک کشور قدرتمند و جزئی از فضای عربی خودش می‌دونیم، این نوع گفتمان جدیدی است که نشانه های مثبتی رو درش ما میتونیم ببینیم. اما آیا این
گفتمان جدید در واقع در مقام عمل هم جالب هست ارزیابی شما آقای مأموری، برای اینکه خیلی های دیگه اتفاقا دقیقا برعکس شما ارزیابیشون بود از صحبت های آقای خامنه ای. بذارید ببینیم آقای صلح‌دوست نظرشون چیه. آقای خامنه ای در تهران با آقای کاظمی که صحبت کرد بسیاری معتقد بودند که حرفهایی زد که کار رو خیلی دشوارتر میکرد، به خصوص در مورد آمریکایی ها. بله، من با حرف شما موافق هستم. صحبتی که آقای خامنه‌ای در مقابل آقای کاظمی کردن اشاره مستقیم به انتقام سخت قتل ترور آقای سلیمانی در عراق بود. بنابراین من فکر نمی‌کنم راه خیلی آسان باشه برای آقای کاظمی که بخواد این تضاد منافع یا تنش بین این سه کشور رو در عراق راحت بکنه. از بابت دیگه هم می‌بینیم که بعد از مرگ آقای سلیمانی هم تغییرات تاکتیکی که ایران در عراق انجام داده خیلی به سمت آرامش و ثبات عراق نمیره، هرچند شاید حضور کمرنگتری نسبت به قبل داشته یا رابطه ایران با نیروهای مورد حمایتش کمرنگتر شده، اما تغییرات در سطح تاکتیکی هست و میبینیم که حملات به منطقه سبز بغداد همچنان رو به افزایش بوده. بعد از سفر آقای ظریف به بغداد دیدیم حملاتی انجام شد به سفارت آمریکا در منطقه سبز. دیشب مجددا دیدیم حملاتی انجام شد به یک کاروان لوجستیکی نیروهای آمریکایی. بنابراین من فکر نمی کنم که خیلی هم راه ساده‌ای باشه برای آکادمی که بخواد آمریکا رو متقاعد بکنه و یا عربستان رو برای رسیدن به یک ثبات نسبی در عراق. آقای مأموری، ضمن اینکه میخوام نظر شما راجع به صحبت آقای صلح‌دوست بشنوم، میخوام یک جنبه دیگه بحث رو هم شما برای ما بازتر بکنید، همون بحث سیاست داخلی عراق. گفتید در پارلمان پیشین شیعه ها دست بالا رو داشتن، کردها و سنی ها اصلا در اون طرحی که در مورد آمریکا مطرح شد بایکوت کردن، شرکت نکردن. الان وضعیت به چه شکل هست؟ ببینید، من 100% موافقم. پروژه‌ای که داریم ازش یاد می‌کنیم پروژه بسیار دشواریه و عرض کردم ما نشانه‌هایی در تغییر در ایران می‌بینیم و داشتم می‌گفتم که هنوز معلوم نیست آیا این نشانه‌ها منتهی به یک سری اقدامات عملی جدی بشه یا نشه. اینو باید منتظر زمان باشیم. نشانه‌هایی که ما داریم اینه که جمهوری اسلامی ایران عملاً پذیرفت آقای کاظمی سر کار بیاد. آقای کاظمی کاندیداتوریش حدود 6 ماه مطرح بود، اما نیروهای نزدیک به ایران رو متهم می‌کردن که او در واقع نقش داشته در ترور آقای سلیمانی و آقای مهندس و عملا مخالف بودن، اما ایران در نهایت تونست را متقاعد بکنه و پشتیبانی کرد از سر کار اومدن ایشون. در صحبت‌هایی که با ایشون شد، تأکید بر جنبه ملی‌گرایی عراق، تأکیدی که آقای خامنه‌ای در صحبت‌هاشون داشتن نسبت به اینکه ایران در رابطه عراق با آمریکا دخالت نمی‌کند، اینها نشانه‌های مثبتی است که به شکل سیگنال‌هایی ارائه شدن. اما در مقام عمل باید ببینیم آیا واقعاً اینها تبدیل میشه به اقدامات جدی یا نه. این برمیگرده به حوادثی که در آینده رخ میده. آقای مأموری، آیا ببخشید من قبل از اینکه بحث رو جمع‌بندی کنید میخوام یه چیز دیگر رو هم بپرسم. شما فکر میکنید آیا ظرف ماه‌های گذشته بعد از درگذشت آقای سلیمانی، کشته شدن آقای سلیمانی در عراق، چه تغییری صورت گرفته که ایران بخواد در واقع نگاهش رو عوض بکنه و اونطور که شما میگید تحلیل شما هست عمل بکنه؟ نقطه تغییر از ترور آقای سلیمانی شروع نشد، از شروع راهپیمایی‌ها در سال گذشته شروع شد. برای جمهوری اسلامی ایران یک در واقع اتفاق تکان دهنده و شوکی بودش که ببینه در مناطق نه کردی و سنی بلکه در مناطق شیعی که قعر و قلب پایگاه جمهوری اسلامی ایران به شمار میره، راهپیمایی‌های بسیار وسیع و گسترده‌ای شکل گرفت که یکی از نخستین خواسته‌های اون تقلیل نفوذ و دخالت‌های ایران در وضعیت داخلی عراق بود. از این جهت در واقع یک بازنگری در سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران به نظر می‌رسه در حال شکل‌گیری است که نیروها عوض بشن. برای مثال آقای ظریف این بار که به عراق آمد با آقای نوری مالکی دیدار نکرد، این اتفاق بسیار غیر مترقبه بود. آوردن کسی مثل آقای کاظمی یک اتفاق غیر مترقبه بود. به نظر می‌رسه در واقع جمهوری اسلامی ایران در حال ترسیم سیاست‌های جدید و ایجاد یک نقشه شطرنج جدیدی هستش. اما آیا این تغییری در واقع خواهد بود که بتونه پیامدهای نسبتاً بنیادینی رو بذاره یا نذاره، هنوز نمیشه خیلی امیدوار بود. در حد کنونی در واقع بیشتر تغییرات شکلی بوده و تغییر در شیوه صحبت کردن، در شیوه تعامل و رفتار بوده. باید منتظر حوادث آینده باشیم. اگه ممکنه کوتاه هم در مورد چینش سیاسی در داخل بغداد هم بگید، چقدر میشه گفت که شیعیان الان شرایطشون تغییر کرده نسبت به قبل؟
در خصوص پارلمان من فقط تصریح بکنم، عرض نکنم پارلمان گذشته، گفتم تصمیمی که پارلمان در گذشته گرفت، همین پارلمان کنونی بله حدود 6 ماه جمع شدن و در واقع حد نصاب رو تونستن نماینده‌های شیعی کسب بکنن با بایکوت کامل کردها و سنی ها، تصمیم مبنی بر اخراج نیروهای آمریکایی گرفته شد. وضعیت همچنان به همون شکل هستش، کردها و سنی ها تمایل به خارج شدن نیروهای آمریکایی ندارن، به جهت اینکه نیروهای آمریکایی نوعی توازن قوا ایجاد کردن، اضافه بر اینکه خطر داعش هنوز یک خطر جدی است در عراق و عراق نیروی هوایی نداره، نیروی هوایی اون رو ائتلاف به رهبری آمریکا تامین میکنه و عملا در واقع هم در اطلاعات امنیتی و نظامی و هم در تامین بخش هوایی عراق به شدت نیازمند ائتلاف به رهبری آمریکا هستش. وضعیت تقریبا به همون شکل هست. آقای سلجوس، بلافاصله بعد از کشتن آقای سلیمانی در عراق، ایران صحبت انتقام کرد. این دور اخیر هم باز آقای خامنه ای راجع به انتقام صحبت کرد. چقدر واقعا ایران دستش باز هست برای چنین انتقامی؟ ببینید، در زمینه این صحبت انتقامی که مجددا آقای خامنه ای مطرح کردن، به نظر من این شاید بیشتر با هدف فرستادن سیگنالی به آمریکا یا فردی که قرار باشه رئیس جمهور آینده آمریکا باشه بود. به هر حال اگر قرار باشه مذاکراتی در آینده صورت بگیره، نوعی دست بالا رو گرفته آقای خامنه ای به خاطر اینکه در مذاکرات آینده بتونه امتیازات بیشتری کسب بکنه. اما نه، این به این معنی نیستش که در عمل هم این انتقام اتفاق نخواهد افتاد. ما دیدیم که یک جدا از اون حمله مستقیمی که ایران به پایگاه عین الاسد انجام داد، بعد از اون تغییرات تاکتیکی در این گروه های شبه نظامی مورد حمایت ایران اتفاق افتاد که در عمل میشه گفت ما افزایش حملات رو داشتیم نسبت به نیروهای آمریکایی. گروه های جدید و تأسیسی دیدیم که بسیار زیاد هم شدن. همین دیروز هم یه گروه جدید به عنوان انتقام گیرندگان المهندس اعلام موجودیت کرد. این گروه ها رابطه خودشون با ایران رو در پرده از ابهام نگه داشتن، اما عملیات جدید رو بر علیه نیروهای آمریکایی دارن انجام میدن و نتیجهش رو هم ما دیدیم. نیروهای آمریکایی و یا نیروهای ائتلاف، به عنوان مثال نیروهای انگلیسی، از کمپ تاجی خارج شدن. نیروهای آمریکایی قرار هست از یک کمپ دیگه خارج بشن و تا پایان هفته کمپ رو تحویل دولت عراق بدن. از کمپ های کوچکتر مجبور شدن برن به کمپ های بزرگتر، جایی که به عنوان مثال در کمپ هم عین الاسد آمریکا مجبور شده یک سیستم پدافند پاتریوت هم مستقر بکنه. بنابراین این در حال اتفاق افتادن هست، ولی من گمان نمی کنم به اون صورتی که ما حمله به عین الاسد رو حمله مستقیم و ایران مسئولیتش رو هم قبول کرد، فکر نمی کنم در آینده نزدیک شاهد همچین حملاتی مستقیما از جانب ایران باشه. آقای ماموری اشاره کردن به مخالفتی که میگفتن از طرف بخش‌های تحت حمایت ایران در عراق هست نسبت به آقای کاظمی. فکر میکنید که چرا بالاخره ایران رضایت داده به او؟ به نظر من در اون مقطع زمانی از یک منظر واقع گرایانه ایران میدونست که اگر بخواد مخالفت علنی داشته باشه با کسی که قرار هست نخست وزیر موقت عراق بشه، این ایران خواهد بود که دست پایین رو خواهد داشت در مقابله با آمریکا در عراق. اما با توافقی که انجام داد، گروه های مورد حمایت خودش رو راضی کرد که مخالفتی با آقای کاظمی نکنن، این باعث شد که نظر آقای کاظمی هم جلب بشه، خواست ایران برای انجام عملیات مختلف و یا این چیزی که در پارلمان مطرح شد برای اخراج نیروهای آمریکایی، این هم مورد قبول پارلمان عراق حداقل قرار بگیره. به نظر من این هم باز یک حرکتی بود که در اون شرایط و در اون موقعیت ایران چاره جز این نداشت، وگرنه تبدیل میشد به دشمن عراق. آقای ماموری، گفته شده بود که آقای کاظمی میخواسته سفر اولش به ایران نباشه و سفری هم به نظر میاد که برنامه‌ریزی کرده بود برای رفتن به عربستان، ولی به خاطر کسالت سلطان عربستان، پادشاه عربستان، نتونست به اونجا بره. چقدر واقعا با عربستان رابطه آقای کاظمی تعریف شده و روشن هست؟ رابطه شخصی آقای مصطفی کاظمی با خانواده پادشاهی در عربستان و شخص محمد بن سلمان بسیار نزدیکه
و در واقع پیش از این همیشون نائب خودشون و معاون خودشون و وزیر دارایی آقای علی علاوی رو فرستاده بودن به عربستان. در این سفری که کنسل شد، در واقع روز قبلش هیئت وزرایی که قرار بود به اونجا برن عملا رفتن و مباحثاتشون رو انجام دادن. صرفا در روز اخیر که قرار بود آخر که قرار بود خود نخست وزیر بره و معمولا اون نشست‌های تشریفاتی در واقع صورت میگیره، این مسئله به تعلیق افتاد، کنسل نشد، به تعلیق افتاد برای بعدی که آقای سلمان از بیمارستان بیاد بیرون. عملا آقای کاظمی روابط بسیار خوبی با هر دو طرف ایرانی و عربستانی و همچنین آمریکایی داره، هر سه طرف. اما اینکه در واقع عرض کردم بتونه از این روابط استفاده بکنه برای ایجاد توازن مورد نیاز در عراق، هنوز چالش‌های زیادی در فراریشون هست. نقطه دیگه اینه که عراق هیچ وقت به طور سنتی به عنوان میانجی شناخته نمیشه در این منطقه. میانجی عمان بوده، کویت بوده، کشورهای دیگری بودن. چقدر واقعا خوشبینی وجود داره آقای صلح دوست به این که مثلا عراق بتونه این نقش رو ایفا بکنه؟ بعد همین سوال هم از آقای معموری خواهم پرسید. بله، من همونجور که مهمانتون اشاره کردم، من فکر نمی کنم که آقای کاظمی بتونه نقشی رو به عنوان میانجیگیری ایفا بکنه، به دلیل روابطی که مهمان محترم بهش اشاره کردم. وابستگی بیش از حد آقای کاظمی به نسبت بیشتر از وابستگی که ایشون به ایران داره به عربستان وابسته است. همون سفرهایی که ایشون وزیر خودش رو فرستاد به عربستان برای تأمین برق عراق و یا صحبت های برای دریافت کمک نقلی از عربستان، به نظر نمیرسه که بتونه به عنوان یک میانجی بی‌طرف نقش ایفا بکنه. از یک بابت هم در این بازه زمانی تا انتخابات نوامبر آمریکا هم من فکر نمی‌کنم نه آقای کاظمی نه کشورهای دیگه بتونن واقعا قدمی پیش بگذارن برای میانجیگری بین ایران و عربستان. به هر حال نتیجه انتخابات آمریکا این کفه ترازو رو به نفع ایران و یا به ضرر ایران تغییر خواهد داد. گمان میکنم ایران هم خیلی تمایلی به میانجیگری در این بازه زمانی نداشته باشه تا ببینن نتیجه انتخابات در آمریکا چه خواهد شد. آقای معموری، برداشت شما هم همین هست؟ من فقط تصحیح بکنم در واقع عبارت میانجیگری یه مقدار شاید واضح و روشن نباشه در اینجا. این میانجیگری کاملا از لحاظ موهبی متفاوت با اتفاقاتی که قبلا در عمان یا توسط قطری ها در واقع شکل گرفته. قرار نیست که بین دو تا کشور یک رابطه جدیدی شکل بگیره توسط آقای کاظمی یا دو تا با هم نزدیک بشن، از نو رابطشون رو با هم شروع بکنن، بلکه صرفا ایشون در صدد کاهش تنش هستند درون فضای داخلی عراق تا امکان کار هر دو کشور به شکل مجزا در واقع وجود داشته باشه. برای مثال پروژه برق، وصل شدن برق عراق به برق کشورهای خلیج رو ما داریم که اگر این اتفاق بیفته مشکل جدی برق تا حد زیادی حل میشه که منافاتی با پروژه خرید برق از ایران هم نداره. در واقع آقای کاظمی میخواد همه اطراف رو متقاعد کنه که بازار ما ظرفیت کافی و کامل رو برای همه داره که بتونن نقش درش ایفا بکنن. مسئله پروژه اجاره زمین‌های کشاورزی در استان الانبار برای کشاورزی صنعتی به عربستان مطرح هست و مجموعه وسیع دیگری از پروژه ها با عربستان. آقای کاظمی داره سعی میکنه که بتونه در واقع تنش رو کم بکنه به نحوی که هر دو طرف امکان سرمایه گذاری و کار رو در عراق داشته باشن. این نکته اضافه بکنم که آقای کاظمی روابط خوبی با طرف های ایرانی هم داره. روابط ایشون با دبیر شورای عالی امنیت ملی آقای شمخانی روابط تاریخی است و به چندین سال برمیگرده. روابط ایشون با برخی از شخصیت‌ها در دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران بسیار قویه. با حوزه در واقع دولت و آقای روحانی قوی هستش. اگه تنش‌هایی هست بیشتر تنش‌ها در بخش سپاه قدس و بخش‌هایی هستش که مدیریت گروه‌های شبه نظامی داخل عراق رو به عهده دارند. ممنونم از هر دوی آقایون، آقای معموری و آقای صلح دوست. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به مسکو رفت، اما با ولادیمیر پوتین تنها به صورت تلفنی گفتگو کرد و او را ندید. با وجود این در راه بازگشت از یک قرارداد 10 ساله صحبت کرد، تنها چند روز بعد از اینکه قرارداد 25 ساله‌ای با چین در خبرها بود. اجازه بدین در این باره گفتگویی داشته باشیم درباره جنب و جوش‌های دیپلماتیک بین تهران، پکن و مسکو که به این زندامن میزند که ایران ناامید از کارآمدی برجام و غرب نگاهی راهبردی به شرق را پیش گرفته. آیا این تغییر
راه حلی است برای کمک به ایران برای حل مشکلاتش بر سر تحریم ها. البته منتقدانی هستند که معتقدند چرخش به شرق میتواند به نفع بقای جمهوری اسلامی باشد، اما برای ایران میتواند عواقب سهمگینی به همراه بیاورد. ریشه این بدبینی کجاست و در مجموع چرخش به شرق یا غرب چه تغییری در وضعیت ایران میدهد؟ برای بحث درباره موضوع سه میهمان داریم. محسن میلانی، مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک دانشگاه فلوریدای جنوبی از تمپا با ماست. بهروز فراهانی، فعال سیاسی چپگرا و عضو همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران فرانسه از پاریس. و محمدرضا حیدری، دیپلمات پیشین ایران در نروژ. خوش آمد میگم به هر سه مهمان برنامه. اجازه بدید از آقای میلانی شروع بکنیم. آقای میلانی، آیا این ارزیابی به نظر شما صحیح است که ایران دارد سیاستش رو از غرب، اگر کالا بشه گفت که اصلا سیاستی در مورد غرب داشته برای جذب به غرب، داره تغییر میده به سمت شرق؟ با عرض سلام خدمت جناب عالی، مهمانهای محترمتون و شنوندگان عزیز، سوال اساسی کردید و جواب من اینه که متاسفانه ایران داره به طرف شرق میره. یعنی اگر ما برگردیم به دوران اول انقلاب، شعاری که جمهوری اسلامی داشت شعار نه شرقی نه غربی بود که به نظر من با در نظر گرفتن شرایط جهانی آن زمان، یعنی جنگ سرد، سیاست بسیار خوب و مثبتی بود. اما بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، اون سیاست به نظر من دیگه در دورانی که اقتصاد جهان داره جهانی تر میشه، این سیاست نه شرقی نه غربی نمیتونه کار کنه. بنابراین جمهوری اسلامی به خاطر مخالفت هایی که با آمریکا داره و به خاطر تحریم هایی که آمریکا در این 40 سال داره، به این نتیجه رسیده که باید بیشتر سیاست خودش رو شرقی کنه تا غربی. و من به نظر من این با منافع ملی ایران و در دراز مدت ها با منافع جمهوری اسلامی هم در تضاد خواهد بود و برای یک کشور مثل ایران بهترین سیاستی رو که میتونن اتخاذ کنن سیاست هم شرقی و هم غربیه، یعنی درست سیاستی که همپیمان های ایران به اصطلاح مثل روسیه و چین دارن پیگیری میکنن. چین یه قرارداد میخواد با ایران ببنده، قرارداد 25 ساله، ولی خودش سالیانه در سال 800 میلیارد دلار با آمریکا تجارت میکنه. حالا راجع به جزئیاتش جناب میلانی اجازه بدین در ادامه صحبت بکنیم. بذارید من از آقای فرهانی بپرسم. آقای فرهانی، آقای میلانی با متاسفانه صحبتاش رو شروع کردن، شما هم همینقدر بدبین هستید؟ من سلام میکنم به شما و مهمانان عزیزتون. نبینید اصلا مسئله بدبینی یا خوشبینی نیست. مسئله سر اینه که وقتی یک کشوری میاد و یک برنامه طولانی مدت راهبردی رو با یک نیروی مثل چین یا فرض کنیم آمریکا امضا میکنه و خودش رو با متحد میکنه به اون و با توجه به توازن قوای بسیار نابرابری که وجود داره، این کشور خودش رو به شدت تحت نفوذ اون یکی قرار میده و از این زاویه طبیعیه که مشکلات جدی رو میتونه داشته باشه. سیاست مستقل ملی و مردمی یک کشور به هیچ وجه با این جور قراردادهای طولانی مدت نمیتونه خودش رو نشون بده و از این زاویه نه مسئله تأسف هست نه مسئله خوشبینی. مسئله اینه که این جور سیاست‌ها اساساً به نفع یک مردم یک کشور به خصوص کارگران و حقوق بگیران ثابت اون نیست، برای اینکه اینجور قراردادهایی که بسته میشه همواره با اون 1% های جامعه صحبت میشه و کلاه اونها به هر حال سرشون بی کلاه میمونه. آقای فرهانی، البته ما در مورد جزئیات این قرارداد چیزی نمیدونیم، در مورد قرارداد روسیه هم چیزی نمیدونیم. من سوالم این هستش که آیا به نظر شما آیا فرقی داره که با چه کشوری این قراردادهای طولانی مدت بسته میشه یا هر کشوری که باشن این قراردادی بسته بشه همین نتیجه است؟ هر کشوری که باشون قرارداد بسته بشه همینه. همونجوری که شما گفتین باید تاکید کرد، ما سر صدا زیاد شنیدیم ولی این صرفا یک توافقنامه است، هنوز جزئیاتش نیست و فرانسوی یک ضرب المثلی دارن میگن که شیطان در جزئیات خوابیده. ما هنوز اصلا نمیدونیم که چه اتفاقی داره میفته و چه جوری است. به طور کلی داریم صحبت میکنیم و در همین زاویه آره من تکرار میکنم که اساسا بستن این جور قراردادها با کشورهای امپریالیستی سرمایه‌داری چون چین، روسیه و آمریکا، سه قدرت بزرگی که الان ما راجع بهش صحبت می‌کنیم، هر سه تاشون هم جنس هستند، سرمایه‌دار و امپریالیست هستند. اونها جایی سرمایه‌گذاری می‌کنن که نفع خودشون باشه. مسئله رفاه مردم به هیچ وجه در برنامه‌های اونها نیست.
اجازه بدید آقای حیدری رو وارد بکنیم. تجربه دارن در بحث‌های دیپلماتیک. آقای حیدری، این جنب و جوشی که در فضای دیپلماتیک ایران می‌بینید، این سفر سیام آقای ظریف هست به روسیه ظرف سال‌های گذشته، با چین هم همینطور دیدارهای متعدد داشتن. آیا شما به عنوان دیپلمات پیشین متوجه یه تغییرات عمده‌ای در سیاست خارجی ایران شدید؟ با درود به شما و در واقع مهمانان برنامه و همچنین بینندگان برنامه‌تون، ببینین اگر از دید جمهوری اسلامی به ماجرا نگاه کنیم، کاری که آقای ظریف داره انجام میده، دستوراتی که در واقع از طریق بیت رهبری جمهوری اسلامی صادر شده و نگاه به شرق، دستوریه که از 3 سال پیش مشاور امور بین الملل در واقع رهبری این رو تدوین کردن و قرار شد که وزارت خارجه هم قدم به قدم پیش بره در صورتی که نتونه توافقاتی رو با اروپایی ها به دست بیاره. و الان که در واقع جمهوری اسلامی در یک موقعیتی قرار گرفته که خطر این که شورش گرسنگان رو در داخل داشته باشه، برای اینکه بتونه وجهه بین المللی خودش رو در واقع ترمیم کنه، نیاز داره که با قدرت‌های بزرگ مثل روسیه و چین قراردادهای اینچنینی برقرار کنه و امتیازاتی رو به اونها بده تا اونها رو راغب کنه در داخل ایران سرمایه گذاری کنه. چون عملا جمهوری اسلامی الان با اروپا مشکل داره و آمریکا هم چنانچه ترامپ در آینده به در واقع انتخابات آینده به قدرت برسه، برای جمهوری اسلامی مشکلات عدیده‌ای رو به وجود میاد. همین تحریمات تسلیحاتی که الان در واقع دنبالش از آمریکا اونا رو تمدید کنه، برای جمهوری اسلامی قابل قبول نیست و به دنبال این میگرده که برای خود شرکایی رو در واقع داشته باشه که ازش حمایت کنه و این چنین امتیازاتی رو که در واقع منافع ملی ایران رو در بر نمیگیره ولی منافع جمهوری اسلامی رو تضمین میکنه رو به دنبالش. دقیقاً این بحثی هست که خیلی ها میکنه. الان میدونید که هشتگ رو افتاده، حتی انقدر که خود آقای ظریف رو وادار به واکنش کرده، گفته ما قصد نداریم حتی یک وجب از خاک ایران رو بفروشیم، هشتگ را افتاده که ایران فروشی نیست. من میخوام آقای حیدری از شما بپرسم که واقعا به نظر شما چقدر این قضیه سیاست فشار حداکثری آمریکا مؤثر بوده در این تصمیم ایران، با توجه به اینکه میدونید این هفته واشنگتن پست هم حتی یک مقاله نوشت راجع به همین که این سیاست بوده که باعث شده که ایران بچرخه به سمت شرق. ببینید، بر اساس اطلاعاتی که در واقع نهادهای امنیتی و اطلاعاتی خود جمهوری اسلامی تهیه کردن، آینده در واقع جمهوری اسلامی در خطر به خاطر اتفاقاتی که امکان داره در داخل کشور بیفته و این فشار حداکثری که آمریکا آورده و وضعیت وخیمی که برای اقتصاد ایران به وجود اومده، قاعدتا جمهوری اسلامی رو در این منگنه قرار داده، چون عملا نتونست با اروپایی ها از طریق همون سازوکاری هم که اروپایی ها در نظر گرفته بودن نتونستن مبادلاتی رو انجام بدن و بیم این که حتی آمریکا امکان داره بعد از دوران ترامپ دوباره همین سیاست رو پیش بگیره، قاعدتا جمهوری اسلامی باید با شرکای دیگه در تماس باشه. اینه که جمهوری اسلامی عملا در این مسیر قرار گرفته و قاعدتا این دستوریه که خود بیت رهبری جمهوری اسلامی به دنبالش هست تا بتونه در واقع حفظ کنه نظامو، چون در واقع واجب هست برای دستاندرکاران جمهوری اسلامی امثال آقای ظریف و دیگران که اولویتشون حفظ نظام باشه و به دنبال این توافقات هست. آقای میلانی، حفظ نظام یا به نفع در واقع کل ایران، به نفع ایران، بسیار معتقدند که این به نفع جمهوری اسلامی هست، میتونه تضمین بکنه بقای جمهوری اسلامی رو، اما اثرات سهمگینی برای ایران داره. شما آیا با این ارزیابی موافقید؟ ببینید، این ارزیابی اگر بخوایم واقعا بی‌غرضانه درباره‌اش صحبت کنیم، مستلزم اینه که ما بدونیم چه چیزهایی در این قرارداد خواهد بود. من در حقیقت فکر میکنم که ندانستنی‌های ما خیلی بیشتر از دانستنی‌های ماست. مسائل مهمی که مطرح هست ما نمیدونیم چه موافقت‌های بین ایران و چین شده. ایران خیلی هیاهو کرده، مخالفینش خیلی هیاهو کردن، مقایسش میکنن با ترکمنچای دوم، ولی مسائل مهم ما نمیدونیم. ما نمیدونیم که آیا واقعا به سربازهای چینی اجازه داده خواهد شد وارد ایران بشن. ما نمیدونیم که آیا قسمتی از ایران رو اینا اجاره خواهند داد به چین. ما جزئیات مهم رو نمیدونیم، ولی مسئله عمده‌ای که من باش اشکال دارم و همونطوری که به شما اشاره کردم اینه که اگر این قرارداد بدون بستن قراردادهای دیگه با کشورهای غربی بیاد، این بالانس در ایران، از بالانسی که باید تو سیاست خارجی ایران باشه، از بین میره. ببینید، برنامه‌ای که چین داره یه برنامه‌ایه که در سال 2049، یعنی صدومین سال
انقلاب چین کامل خواهد شد. این برنامه کمربند و جاده‌ای که چین داره، برنامه‌ای که میخواد چین رو به عنوان یک قدرت جهانی معرفی بکنه. یک اینا برنامه‌اش اینه که یک زنجیره تولیدی در جهان به وجود بیارن، بله، که بتونن آمریکا رقابت بکنن و میگن ما برنامه نظامی فعلا نداریم. اما سوال عمده اینه که ایران به عنوان یک کشور میتونه وارد مذاکرات با چین بشه، میتونه وارد این زنجیری بشه که چین میخواد درست بکنه و استقلال خودش هم داشته باشه. دایم. من سوالهای درباره این دارم. آقای فرهانی بفرمایید. ببینید، قبل از هر چیزی به نظر من باید ما به این نکته توجه داشته باشیم که همین که چین الان یه همچین برنامه‌ای داره و این راه ابریشم جدید رو مطرح میکنه، نشون دهنده این است که ما وارد یک دنیای تازه‌ای شدیم به لحاظ ژئوپلیتیک و این دنیا یک دنیای چند قطبی هست و این دوران خواب و خیال و سرابی که نئوکان‌های آمریکایی داشتن که بعد از فروپاشی اردوگاه شوروی تموم شروع شده بود که فکر می‌کردن که برای یک قرن اینها هژمونی بلا منازع داشت خواهند داشت، این شکست خورد. بله. و اتفاقا یکی از نتایج این شکست‌هاش هم دقیقاً در مورد همین کشور ایران هست. خب جناب فرهانی، اگر اینطور هست چه اشکالی داره که ایران اولین کشوری باشه که به نظر میاد خیلی زودتر از بقیه داره میره در کمپ یک ابرقدرت جدید که حالا مثلا بخواد چین باشه؟ اولین کشوری نیست که به اون طرف میره. بخش بزرگی از کشورهای آفریقایی قراردادهای بسیار طولانی مدتی بستن، ترکمنستان هم قرارداد بسته و نزدیک 70 کشور در این طرح خط ابریشم دارن شرکت میکنن. ایران اولین نیست. منتها ایران به خاطر وضعیت ویژه‌ای که داره این چرخشی که بکنه بسیار بسیار مهمه و این من در منطقه خاورمیانه است فرق می‌کنه با یک کشوری که در اون سر قاره آفریقا وجود داره. دقیقاً به همین دلیل گفتم اولین کشوری باشه، در واقع اولین کشور اهمیت دار در صحنه بین‌الملل. بله، مسئله اینجاست که ببینید این که اتفاقاً جهان چند قطبی شده خبر خیلی خوبیه و این اجازه میده که کشورهای کوچکتر، ملت‌های کوچک بتونن نفس بکشن و از این تضادها استفاده بکنن. هیچ کس مخالف این نیست که از تضادهای بین چین و روسیه و آمریکا یک نیروی یا یک دولت یا حتی یک نیروی پیشرو ازش استفاده بکنه. تمام بس بر سر اینه که چطوری، در چه هدفی و چه چیزی عاید مردم این کشور میشه. طيب. از این زاویه است که اولاً این توافقنامه رو ما هنوز نمی‌دونیم چی هست، در نتیجه نمی‌تونیم راجعش صحبت بکنیم، ولی این رو می‌تونیم بگیم با توجه به ماهیت حکومت ایران و این خصلت به اصطلاح چپاولگری که اینها از خودشون نشون دادن و اینکه 1,000 میلیارد دلار منابع نفتی ایران رو از دوره آقای احمدی نژاد تا امروز به هدر دادن و الان برای 400 میلیارد دلار دارن یه همچین قرارداد بلند مدت می‌بندن، مشکل اساسی ما رو دوباره میاره که مشکل ما نزدیکی به این ابرقدرت یا اون ابرقدرت نیست، مشکل وجود این دولت، وجود این حاکمیت. آقای هیدری، نظر شما راجع به این صحبت‌ها رو می‌خوام بدم. ضمن اینکه آقای فرهانی اشاره کردن به دولت و حکومت ایران، ولی به هر حال چین نزدیک هست به ایران، روسیه خیلی نزدیک‌تر و باز هم در طی این همه سال اونقدر مثلا روابط تجاری با چین خیلی زیاد بود، سال 2020 خیلی به شدت سقوط کرد، روابط تجاری زیادی با روسیه چندان شکل نگرفت. چه مشکلی در اون کشورها هست، چه مسئله‌ای بوده که هیچ وقت نتونستن 100% به سمت اونها بچرخن تا به حال؟ ببینیم، به خاطر در واقع فشار خود آمریکا و مبادلاتی هستش که این کشورها با خود آمریکا دارن. ولی عملا روسیه و چین همواره در ایران بودن. شما الان ببینین ماهیگیرانی که در دریای عمان هستن در واقع مشکل دارن با کاری که چینی ها دارن انجام میدن، یعنی قراردادهایی که ایران با اینها میبنده، همونجوری که خود وزیر خارجه ایران هم حتی در تلویزیون جمهوری اسلامی عمان که اجاره دادن دریا رو و کلا دارن چینی ها اونجا رو هر چی هست میبرن و صیادای ایرانی دست خالی موندن و عملا نمیتونن برای آینده خودشون برنامه‌ریزی کنن. این کارهایی که در واقع جمهوری اسلامی انجام میده به خصوص در این مقطع اخیر به خاطر اینکه در موقعیت ضعف قرار داره و این ترس رو در واقع در کنشگران سیاسی به وجود آورده که جمهوری اسلامی همون جور که دریای خزر رو به نوعی اومد ازش گذشت و با روسیه یک چنین قراردادی رو بست و عملا از منافع ایران گذر کرد، میتونه با چین هم داشته باشه. به خاطر همینه که حالا علارغم اینکه جزئیات این توافقنامه مشخص نیست، ولی بیم از این میره که جمهوری اسلامی به راحتی از منافع مردم ایران بگذره و برای حفظ خودش دست به این چنین توافقاتی رو بزنه. آقای میلانی بفرمایید. ببینید، مسئله عمده اگر ما نمیدونیم جزئیات رو نمیتونیم بگیم که این قرارداد فلان کار خواهد کرد و بیسا کار خواهد کرد. چین سکوت کرده.
ایرانه که یه سری پروپاگاندا کرده در رابطه با من. فقط اینجا بگم ما بحث امروزمون در مورد این قرارداد با چین نیست، بحثمون در مورد چین و روسیه است و این تصوری که ایجاد شده که ایران داره در واقع سیاست خارجش رو یک بازبینی و تغییر عمده میده. خب ببینید، من در اول صحبتم خدمتتون عرض کردم بله داره تغییر عمده میده، داره به طرف شرق میده و من اینو اشکال میبینم، اما این قرارداد اهمیتش اینه که این اولین قراردادیه که نشون میده ایران داره به طرف شرق میده. قراردادی هم که قراره با مسکو اینها امضا کنن که در زمان آقای خاتمی در حقیقت بود، این هم نشانه دیگریه که ایران داره به طرف شرق میره. انتقاد من، علتی که من این قرارداد هی دارم مطرح میکنم، اینه که این قرارداد نشان دهنده یه چیزه، یه جهش خیلی جدیتریه و این جهش به طرف شرق. و بحثی که من دارم میکنم در سیستم جهانی امروز، ایران نمیتونه فقط رابطه داشتن با روسیه و چین و کشورهای شرقی بتونه به جلو بره. باید با... فکر نمی کنید شاید دارن از این به عنوان یک برگ برنده برای مذاکرات آتی با غرب شاید استفاده میکنن؟ 100% این کار رو دارن میکنن و به نظر من اگر یکی از برنامه هاشون این باشه بسیار کار درستیه و من هیچ مخالفتی با این ندارم. آیه فرهاد، نظر شما چیست؟ ببینید، به نظر من هم طبیعیه که اینها از این کارت دارن استفاده میکنن و گفتم استفاده از تضادهای بین قدرت‌های بزرگ سرمایه‌داری هیچ اشکالی نداره، ولی مسئله این چرخش به شرقی که شما دارید میگی اصلا تازگی نداره. ایران الان مدت خواست، جمهوری اسلامی ایران الان مدت خواست که داره تلاش میکنه که بپیونده به معاهده شانگهای که این معاهده نظامی منطقه‌ای هست، استراتژیک هست که چین و روسیه درش هستن. ایران هم به عنوان چندین سالی که الان به عنوان عضو ناظر انتخاب شده، ولی همواره با ورودش به عنوان عضو کامل مخالفت شده، چون این تضادهای شدیدی رو بین روسیه و چین و آمریکا ایجاد میکنه. از این زاویه جمهوری اسلامی طبیعیه که از این تضادها داره استفاده میکنه و از اونجایی که سیاست تعویض رژیم آقای ترامپ با شکست کامل روبرو شده، فقط اینجا هم نه، در کره شمالی، در ونزوئلا و در ایران، هر سه تا با شکست کامل روبرو شده، ما داریم میبینیم که سری نرمش‌های اتفاق افتاده. شما اگه توجه داشته باشین، همین دیروز بود که پیشنویس برنامه آقای بایدن رو حزب دموکرات منتشر کرد که توش بازگشت به دموکرات به برجام و مسئله مذاکره دیپلماتیک و به کنار گذاشتن کامل تئوری تعویض رژیم رو با خودش داشته. خب اون چندان شوکه کننده نبود، اون به نظر می اومد که به هر حال با توجه به سابقه آقای بایدن و حضور او در تیم آقای اوباما این به نظر می اومد که باشه، نه؟ ولی این که این موقع این زمانگیری که میکنن، این تایمینگی که دارن که این موقع این رو مطرح میکنن، خیلی معنادار هست. اینو میتونستن زودتر بگن، میتونستن دیرتر بگن. ببینید، آمریکایی ها، بخش بزرگی از آمریکایی ها دارن میپذیرن که دیگه یک هژمونی، یک قدرت بزرگ برتری که سوت بزنه همه به خط میشن دیگه نیستن. این جناح نئوکان ها و اون توی نئوکان ها جناح افراطی ترش که ترامپ و تی پارتی اینا باشن، این رو نپذیرفته بودن. با آوردن آقای ترامپ این بود که به زور این هژمونی رو دوباره می‌خواستن بیارن. این شکست خورده. الان همه دارن اینطوری تحلیل می‌کنن جناب فرهانی، برای اینکه کسانی هم هستن که معتقدن دقیقاً اتفاقاً آقای ترامپ هست که فکر می‌کنه که آمریکا پلیس جهان نیست. خودش بارها این رو گفته مثلا من در فلان در خود خلیج فارس گفته ما پلیس اینجا نیستیم. شما تحلیلتون کاملاً فرق داره. کاملا برعکس این هست، برای اینکه در گفتار اینا میگن که ما پلیس نیستیم، ولی با استفاده از قوانین فراجغرافیایی خودشون برای تمام کشورهای دنیا دارن تحریم اعلام میکنن. توی هنگ کنگ که اتفاق میفته تحریم میکنن، توی سوریه اتفاق میفته واکنششون میدن. عملا آمریکا هیچ وقت به اندازه امروز جاندارم نبوده، علیرغم تمام شعارهایی که آقای ترامپ میده و به خصوص از نقش دلار استفاده میکنن و یک واقعا راهزنی مالی دارن میکنن. آمریکایی از این استفاده میکنن و از مسئله تحریم ها و این قوانینشون که تنها کشور توی دنیاست که دادگاهش در حومه بوستان یک حکمی رو صادر میکنه، برای به خاطر اون میگیرن دارایی های یک کشوری رو در یک بانک دیگه تو اروپا به اصطلاح مسدود میکنه. حالا جالب هست که به هر حال این بحث هایی هم که بین ایران و چین و ایران و روسیه هست، راجع به حذف دلار هم راجع صحبت شده. جناب حیدری، ایران چه امکاناتی داره برای امتیازگیری؟ ببینید، قاعدتاً جمهوری اسلامی خودش میدونه که روسیه و چین با برگ ایران بازی میکنن و به خاطر همین هم از همین فشار حداکثری منجر شده که جمهوری اسلامی هم الان سیگنال هایی رو داره در واقع به کشورهای غربی و اروپایی ارسال میکنه که در واقع چنانچه اونها نخون با جمهوری اسلامی مصالحه کنن، خب این چرخش وجود داره.
اما مروان واقعا جای تعجب آقای میلانی از این طرف میگه من متاسفم از این ماجرا و از طرفی باز میگه خوشبین هستم، چون واقعا اگر جمهوری اسلامی رو ما در این 40 سال نشناخته باشیم باید به خودمون در واقع دوباره بازنگری کنیم، چون جمهوری اسلامی تاکنون در این 40 سال هیچ قدمی رو در جهت منافع مردم ایران بر نداشته، همواره در جهت منافع نظام و جمهوری اسلامی قدم برداشته و منافع ایران رو و مردمش رو مشغول مصالحه در واقع بقای خودش کرده. در توافقی که با روس‌ها و کشورهای حاشیه دریای خزر بود، اون توافق رو به اون سمت و سو بردن که منافع ایران در واقع از بین رفت و نگذاشتن کسی هم اعتراض کنه. الان هم در رابطه با چین، چینا سالهاست در ایران هستن، در ساخت بزرگراه تهران شمال الان هزاران چینی در داخل ایران هستن و عملا این پروژه راه به جایی نبرده. در جنوب ایران چینی ها همینطور دارن دریای عمان رو در واقع از بین میبرن، تمام اون موجوداتی که اونجا هستن. چینی ها برای ایران چیزی ندارن، ولی برای جمهوری اسلامی و بقای جمهوری اسلامی علارغم اینکه آقای میلانی میگه ما از مفادش در واقع در نمیدونیم چی هست این توافق، اما مشخص جمهوری اسلامی به دنبال منافع خودش هست و عملا چیزی برای مردم ایران و آینده ایران نخواهد. این بحث بسیار جالبی هست که آقای حیدری میگن جناب میلانی، از این نظر که خیلی ها شما میدونید که فرق میذارن بین جمهوری اسلامی و ایران و میگن منافع این دوتا اصلا با هم در تضاد قرار میگیره، حالا نه اینکه منطبق نیست. بحث این هستش که میگن جمهوری اسلامی وقتی با دو تا کشوری مثل چین و روسیه وارد معامله میشه که اینها مثلا شفافیت کشورهای غربی رو در خیلی از زمینه‌ها ندارن، در مورد حقوق بشر حساسیت‌های غربی‌ها رو ندارن، در مورد خیلی چیزهای دیگه به هر حال اصولشون متفاوت هست با غربی‌ها، جمهوری اسلامی به راحتی میتونه با اینها معامله بکنه بدون اینکه نگران این باشه که مثلا سر هر بزنگاه بیان ازش یه توقعات دیگری هم داشته باشن. ببینید، نگرانی که من دارم در رابطه با این قرارداد این نیست که این قرارداد بده. من بهتون در اول برنامه هم گفتم ولی جمله رو کامل اجازه ندادید بکنم. چین با آمریکا سال 2019 در حدود 700 میلیارد دلار تجارت کرد، قراردادهای مختلفی بستن. این حق ایرانه که بره این قرارداد ببنده. نگرانی که من دارم در دراز مدت، نگرانی اینه که اشتباهاتی که ایران در رابطه با برجام کرد در رابطه با قراردادش با چین نکنه. ببینید، این نگرانی هایی که خیلی دارن به نظر من یه مقداری دارن شلوغ میکنن در رابطه با چین. مگه ایران قرارداد با برجام با آمریکا نبست و دو سال بعد از این آمریکا بیرون نیامد؟ مگه ایران سال 1979 قرارداد با آمریکا نبست و قرار نشد که آمریکا در مسائل داخلی ایران دخالت نکنه؟ چه شد به این قرارداد؟ نکته من اینه، من انتقادی به آمریکا ندارم. همه کشورها این کارو میکنن. همه کشورها قرارداد که میبندن سعی میکنن بهترین منفعت رو برای خودشون بیارن. این وظیفه ایرانه که در مذاکراتش با چین نه فقط لحاظ دیپلماسی سعی کنه مسائل جلو ببره، بلکه لحاظ قانونی این کارو بکنه. چین الان حداقل با 50 کشور دیگه قراردادهای تجاری بسته، این کارو وارده، بهترین وکلا رو دارن. من فکر نمی‌کنم که ایران در تیمش وکلای خیلی تراز اول داشته باشن. من بنابراین نگرانی که دارم در رابطه با نوع قراردادی که هست. قراردادی بد نیست، به نفع ایران میتونه باشه، تجارت با چین کردن هیچ اشکالی نداره. تمام کشورهایی که دارن انتقاد به ایران میکنن خودشون دارن تجارت میکنن. عربستان سعودی و امارات عربی در این دو سال اخیر 70 بیلیون دلار، یعنی در حدود یک چهارم چیزی که چین میخواد در 25 سال آینده تو ایران تجارت بکنه با ایران رو دارن انجام میدن. بنابراین اینها مسئله مهم نیست. مسئله اینه که ایران وارد مذاکره بشه، اجازه نده به چین که ایران رو تبدیل بکنه به یک کشور ضعیف در رابطه با برنامه‌ای که در 25 سال آینده چین داره. آقای فرهانی اینجا سر تکون میدن. این متاسفم که آقای میلانی از واقعا از این بازی تکنیکی و از توصیه دادن به اینکه وکیلتون رو خوب بکنیم و غیره وارد این بحثا میشن که این بحث ژئوپلیتیکه که اصلا مسئله این اینجور مفاد و غیره نیست. اصل قضیه رو باید نگاه کرد. جمهوری اسلامی کی از منافع مردم ایران دفاع کرده که این بار دومش باشه؟
اینا یک نمایندگان یک درصدی های ایرانن، نماینده های آقازاده های ایرانن. اینا کسانی هستن که 1000 میلیارد تکرار میکنن ثروت نفتی ایران رو به باد دادن، 120 میلیاردش رو تبدیل به آهنپاره کردن توی پروژه هسته ایشون، مقدار زیادی از اینها رو خوردن، از ایران خارج کردن و اصلا انتظار اینکه جمهوری اسلامی قراردادی ببنده که به نفع مردم ایران هست یک انتظار عبثیه. اینها یادتون نره که بنیانگذارشون گفت ما برای حفظ حکومت اسلام با شیطان هم مذاکره و معامله میکنیم، این رو خمینی با صراحت گفته و اینها طبیعیه که از این مسئله دارن استفاده میکنن. تمام زورشون رو زدن که با غربی‌ها به تفاهم برسن به خاطر وجود لابی پرو اسرائیل، به خاطر 1001 مسئله دیگه این اتفاق نیفتاد و این سیاست فشار حداکثری ترامپ هم شکست خورد. طبیعیه که اینا دارن میرن طرف چین. اینجا برای مردم ایران کلاهی از این نمد درست نمیشه، مسئله جای دیگه است واقعا. بذارید ببینیم آقای میلانی نظرشون چیه. آقای میلانی، همون بحثی که گفتم، خیلی ها این نظر رو دارن. جناب آقای فرهانی صحبتی که میکنن انتقادهای خیلی خوبی دارن، برای راه حل نمیدن. میگن چین امپریالیسته، روسیه امپریالیست، آمریکا امپریالیست، اروپا که هیچ کار است. خب ایران با کی باید تجارت بکنه؟ مگه ایران نباید وارد سیستم اقتصادی دنیایی بشه؟ غیر از این راهی نداره ایران. ایران یک اقتصاد نسبتاً کوچیکی داره. به نظر من لحاظ اقتصادی یا 20 یا 22 در دنیا. باید وارد اقتصاد جهانی بشه و بدون مذاکره، بدون تجارت با کشورهای غربی، اگر فقط بخواد با کشورهای شرقی، چین و هند و روسیه بره جلو، این آخرش به سنگ خواهد خورد ایران. ایران باید هم با شرق هم با غرب رابطه داشته باشه. الان که با غرب نمیتونه چه کار بکنه آقای میلانی؟ الان که با غرب به در بسته خورده. خیلی خوب میتونه، باید وارد مذاکره بشه، باید یک مقداری تغییراتی در سیاست‌های داخلی و خارجی خودش بده، برای اینکه اگر نده عاقبت خوبی نخواهد داشت. همین صحبت‌ها رو خانم، همین صحبت‌ها رو من به خوبی یادمه 5-6 سال قبل در واشنگتن همه می‌کردن، می‌گفتن امکان نداره آیت الله خامنه‌ای موافقت با یک قرارداد اتمی با غرب بکنه. من اسم آدم‌ها رو می‌تونم براتون بیارم، دیدیم که این اتفاق افتاد، حالا هم همین اتفاق میتونه بیفته. ایران باید در مذاکره رو باز بذاره، با اروپا مذاکره کنه، وارد مذاکره با آمریکا بشه و این راه فقط به طرف شرق رفتن در سیاست خارجی ایران با شکست روبرو خواهد شد. آخر ایران به سنگ خواهد. میدونم آقای فرهانی شما میخواین صحبت کنیم، ولی آقای حیدری هم خیلی ساکت. آقای حیدری نظرتون رو بگید. من ولی متعجبم، آقای میلانی میگه برن با آمریکا و اروپایی‌ها بشینن مذاکره کنن. خب عملا جمهوری اسلامی همواره به پشت پرده در حال مذاکره بوده، ولی هیچگاه در سیاست‌های خودش تغییر نداده. اون شروطی رو که آمریکایی‌ها مطرح کردن یا اروپایی‌ها به دنبال کنترل وضعیت موشکی جمهوری اسلامی و دخالتش در کشورهای دیگر هست و دائما سر مذاکراتی که آقای ظریف میاد در اروپا انجام میده بهش متذکر میشن. اما سیاست در واقع بیت رهبری که به وزارت خارجه منتقل میشه هیچگاه تغییر نکرده و الان هم سیاست نگاه به شرق رو خود آقای خامنه ای در واقع به دنبالش هست که برن با چین، هند و در واقع روسیه رابطه ای داشته باشن که بتونن نظام و جمهوری اسلامی رو حفظ کنن و مردم ایران هم این وسط در واقع وشون مصالحه این آقایونی هستن که الان در ایران حاکم هستن. جناب حیدری، فکر میکنید چقدر این بحث که در واقع چین و روسیه کلن اون نگرانی هایی رو که غرب معمولا در ارتباط با ایران داره، مثلا بحث حقوق بشر، بحث حضور منطقه‌ای ایران، اینها ممکنه در موردش به هر حال اونقدر سختگیرانه عمل نکنن تاثیر داره؟ اصلا روسیه و چین هیچ دغدغه‌ای در این خصوص ندارن. هیچگاه نشده که روسیه از جمهوری اسلامی در سیاستاش در رابطه با دخالتایی که داره انجام میده در عراق یا حتی در سوریه که باهاش همراهه دارن انجام میدن اون کارهایی که باید انجام بدن و حتی چینی‌ها هیچ گونه مخالفتی نکردن. ولی این چیزی که مهمه و در داخل خود وزارت خارجه ایران، بدنه کارشناسی وزارت خارجه ایران داره روش صحبت میکنه، اینه که نه روسیه و نه چین هیچ کدوم قابل اعتماد نیستن. متاسفانه جمهوری اسلامی و مقامات ارشدش به نظرات کارشناسان وزارت خارجه اهمیتی نمیده، وگرنه در داخل وزارت خارجه هستن کسانی که دارن نسبت به این سیاست‌ها اعتراض میکنن و عملا جمهوری اسلامی در واقع داره همون سیاستی رو که بیت رهبری و در واقع وزارت خارجه در
همسایش که آقای ولایتی سکانشو داره دارن تحمیل میکنن به در واقع سایر اعضای دیپلماتیک جمهوری اسلامی و آقای ظریف هم مجری در واقع دستورات. آقای هدایی، همین نگاه، این که شرق مثلا روسیه و چین قابل اعتماد نیستن، که به نظر میاد که همونطور که شما میگید خیلی از دیپلمات‌های ایرانی هم در موردش هشدار میدن، ولی غرب هست. از کجا غرب قابل اعتماد دیده شده؟ برای اینکه خب مثلا در همین فقره برجام هم ایران میگه که غرب اون کاری که گفته بود نکرده. ببینید، اگر جمهوری اسلامی از موضع ضعف نره پای میز مذاکره، قاعدتا میتونه قرارداد خوبی داشته باشه، کما اینکه برجام هم میتونه قرارداد خوبی باشه اگر بعد از اون با توجه به صحبت‌های پشت پرده‌ای که داشت آقای ظریف و آقای کری که برجام 2 و 3 اجرا میشد و جمهوری اسلامی از اون و فضایی که ایجاد کرده بود خارج میشد. منتها جمهوری اسلامی بعد از برجام عملاً اون روح برجام رو رعایت نکرد و حتی خود آقای اوباما هم مکرراً این رو میگفت، جمهوری اسلامی فقط به دنبال خرید زمان بود تا بتونه در واقع اموراتش رو به پیش ببره و الانم به این صورت داره پیش میبره که بلکه بتونه از این ستون به اون ستون فرجه و بتونه وقت بخره، بلکه آقای بایدن به قدرت برسه در کاخ سفید و بتونن در واقع همون مماشات رو داشته باشه. آقای فرمانی بفرمایید، از این ستون به اون ستون فرجه میفرمایید؟ بله. نمیبینید اول اندش که من نمیفهم چقدر امتیاز داده میشه به قدرت‌های اروپایی و آمریکایی سر حقوق بشر؟ کجا اینا بر اثر دراصل حقوق بشر یه قرارداد بزرگ تجاری یا نظامی رو لغو کردن؟ الان توی یمن بزرگترین جنایت‌ها داره اتفاق میفته، جنایت علیه بشریت داره اتفاق میفته، میلیون‌ها بچه یمنی از گشنگی دارن میمیرن، انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها، آلمانی‌ها، آمریکایی‌ها همینجور دارن اسلحه میفروشن. کجا غرب مسئله حقوق بشر رو به عنوان در واقع یکی از مفاد اساسی مناسباتش گرفته؟ اینا هر زیاد میزنن ولی موقعی که دلارها رو میبینن، یوروها رو میبینن، قراردادشون میبندن. چین، روسیه، آمریکا، اروپایی ها از این نظر عین همن، همشون دنبال منافع خودشون هستن. و در پاسخ به آقای میلانی، ما کی گفته که نباید با کشور خارجی تجارت کرد در کشوری که 80% مایحتاج خودش رو وارد میکنه؟ هیچ آدم عاقلی هم چنین حرفی رو نمیزنه. ولی تجارت داریم تا تجارت، قرارداد داریم تا قرارداد، اتحاد داریم تا اتحاد. ایران به عنوان یک کشور 80-85 میلیونی با این نیروی عظیم سرمایه انسانی و فکری که داره، با این نیروهای عظیم طبیعی که در اختیار خودش داره، به راحتی با یک دولت مردمی، مسئلهش اینه فقط، دولت مردمی که پایش روی مردم باشه، پایش روی همین کارگرا و زحمتکشایی باشه که الان دارن رژیم جمهوری اسلامی رو به سطوح آوردن با تظاهراتی که میکنن و با اعتصاباتی که دارن میکنن، اینها رو اگر ما پشت این دولت به طور واقعی باشن، میتونه به راحتی وارد مذاکره و مبادله برابر بشه با اینها. این نوع قراردادهای دراز مدت با هر کسی که باشه محکومه، برای اینکه کتبسته دولت و مردم رو در اختیار یک تحت تاثیر یک نیروی خارجی بزرگتر از خودش قرار میده. جناب میلانی بفهم. من کاملا با حرفای جناب آقای فرمانی در رابطه با حقوق بشر موافقم، در رابطه با اینکه تجارت هم باید بشه با کشورهای دیگه که ایشون گفتن باید بشه، با این هم موافقم. فقط اشکال عمده‌ای که من می‌بینم اینه که حرفایی که ایشون می‌زنه در رابطه با اینه که اگر یک حکومت مردمی در ایران باشه، خب فعلا که این حکومت نیست، فعلا حکومت جمهوری اسلامیه، فعلا امکان این داره که بین آمریکا و چین یه جنگ سری آغاز بشه، فعلا دنیا جهانی شده، در این شرایط ایران باید چیکار بکنه؟ ببینید، بیشتر انتقاداتی که خیلی ها میکنن در رابطه با اینه که ایران باید چه بشه. بله، من هم دلم میخواد ایرانی مستقل، آزاد، متمدن، پولدار، مدت جهانی بشه، ولی خب این ایدئال منه. کی دلش نمیخواد که آزادی کامل تو ایران باشه. حقیقت اینه که فعلا جمهوری اسلامی در امروز در سال 2020 جمهوری اسلامی در سازمان ملل نماینده ایرانه و بعضی اوقات منافعی که این جمهوری اسلامی داره با منافع ایران یکیه، بعضی موقع یکی نیست. در رابطه با تجارت با چین، به نظر من اگر این تجارت با چین یا حتی با روسیه اگر اینا ادامه پیدا کنه، به نظر من به نفع ملت ایرانه. اما اگر ایران مواظب نباشه، اگر سعی نکنه در مذاکراتش با چین و روسیه سر یه سری مسائل حساسیت نشون نده، به نظر من ایران و هم جمهوری اسلامی خرابتر و خرابتر خواهد شد. امکان اینکه ایران این سیاستی رو که آقای خامنه‌ای اعلام کرده بتونه به پیروزی برسونه، به نظر من صفره. نه جنگ،
نه مذاکره نمیتونه بره جلو. نفر 30 ثانیه هم به دو نفر دیگه میدم. آقای فرهانی شما هم بفرمایید 30 ثانیه وقت. من نمیدونم چرا البته اگر قرارداد با چین ببنده به جای نمیرسه. چین اولا تبدیل به یک نیروی اقتصادی بزرگ شده. اولین هواپیمابر 100% چینی خودش رو ساخته. ابر کامپیوتر 100% چینی رو ساخته. قطارهای سری و سری خودش هم ساخته. به لحاظ تکنیکی بخش بزرگی از نیازهای جمهوری اسلامی و ایران رو اینا میتونن اجرا بکنن. اصلا بحث سر این نیست. سر محدودیت تکنیکی این ور اونور نیست. سر ماهیت دولتی هست که از تمام این قراردادها استفاده میکنه برای فربه کردن 1%های جامعه و چیزی که اون طرف نمیرسه. هیچ کس مخالفی نیست که دولت جمهوری اسلامی الان تراکتورسازی تبریز و هفت‌تبته رو دوباره دولتی بکنه، اختلاسگرا رو ثروتاشو ازشون بگیره و ماشین‌آلات بخره از همین کشورایی که شما گفتید برای این کارخونه‌ها. هیچ کس باش مخالف. من عذرخواهی می‌کنم وقت ما تموم شد. با آقای هدری هم نرسید شرمندم. آقای هدری، آقای فرهانی، آقای میلانی، شبتون خوش و ممنونم از حضورتون در برنامه و ممنونم از شما که با برنامه سفیدا همراه هستید. برنامه بعدی سه‌شنبه شب روز خوش.